روشنفکر، دانشمند، عالم، طبیب، ریاضیدان، منجم، فیلسوف به دست این آخوندها کشته شده. به همین یک دلیل که تو به مقدسات ما توهین کرد. اینا کم نیستن. شما اون چه که دانشمند ایرانی میتونید نام ببرید یک جوری از زیر سایه پر از خشم و ندونم خشونت این ماجرای اسلامی یا جان سالم به در برده یا نیمه جان جان سالم به در برده یا نه رفته از بین. شما افتخار میکنید به مثلا فرض کنیم بو علی سینا. این بو علی سینا از یه منطقه به یه منطقه دیگه میخواست عبور بکنه میترسیده از حاکم منطقه، چون اون حاکم منطقه رفتارش، اخلاقش، نمیدونم فقهش با این فرق داشته، میترسیده بزنن بکشنش. بناچار مدتی پنهان زدی. خیام همینطور. رازی، شما الان افتخار میکنید که رازی الکل رو کشف کرده، اسید سولفوریک رو کشف کرده، نمیدونم رازی آدم بزرگی بوده، اولین کسی است که در جهان گزارش بالینی بیمار رو نوشته که تا قرن 18 بشریت بلد نبوده حرف رازی رو دنبال کنه. حتی از قرن 18 به بعد بیمارستان‌های اروپایی یاد گرفتن از رازی که گزارش بالینی برای بیمار بنویسن و همچنان دارن ادامه میدن دستور رازی رو. ولی این رازی وسط ما مسلمان‌ها انقدر کتک خورد، انقدر کتکش زدن که کور شد. ما یک نفر نداریم، ما یک آدم نداریم که به وجودش، موجودیتش به تریش قبای این آخوندها بر نخورده باشه و زنده مونده باشه. حالا از دراویش، صوفیه، نمیدونم عرفا بگیر تا دانشمندان، ریاضیدان ها، همه 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 و همه. ابو ریحان بیرونی 6 ماه در زندان سلطان محمود غزنوی بوده به وساطت یک آدم دیگری با چه مذلت و خاری رها میشه بیره. چرا اینا رو میگیم؟ ابوالقاسم فردوسی رو قبرش رو تو قبرستون مسلمان ها را ندادند. این تعصب، این جهل، اینی که عیناً 100% اونی که من میگم تو هم بگو، اگر کمی این بر اون بر بگی من میکشمت. نمایندگان این فکر اومدن در ایران در قرن 20 به حکومت رسیدن، به قدرت رسیدن. بر اینها چون جهان رو از دریچه اسلام و بیرون از اسلام میبینن، اینا مرزهای ملی، کشور فنلاند، کشور سوئد، کشور ایران، کشور پاکستان، اینا رو به ضروره بعدن کارمندان وزارت امور خارجه بهشون حقوق نکردن. آقای خمینی حرفا سرش نمیشون. اسلام شیعه همین رو بس. و در مقابل جهان خارج از اسلام شیعه هر کی هست هر چی میگه. حالا این طبقه بندی هایی که داخل خودشونه کافره، مرتده، نمیدونم چیه چیه و تعاریفی که برای اینا گذاشتن، اینی که کسی اگر به مقدسات من توهین بکنه باید بکشونش. این مقدسات تو برای دیگرانی که در دنیا وجود دارن چندان مقدسات نیست.
یک. دو، بشر امروز به اون میزان از آزادی بیان رسیده که میتونه حتی دین رو هم نقد بکنه و اصلا راه نجات بشر این است که بشر دین رو نقد، وقتی بشر دین رو نقد میکنه در حقیقت داره خودش رو نقد میکنه، چون این ایمان خودشه و رو با این ایمان استوار بوده و داره به حیات خودش ادامه میده. این نقد خوده. خوب که به عمقش نگاه کنه و بشر نمیتونه دست از این کار برداره. بشر متمدن امروزی نمیتونه این کار رو تعطیل بکنه، نمیتونه دست از نقد برداره.